بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم با اتروبوی کربلا، با اتروبوی فضایی که مملو از شادی و سرور اهل بیت اسمت و طهارت هست، خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، شما خوبانی که از اقصا نقاط این جهان پهناور بیننده برنامه سرزمین عشق هستید، یک بار دیگه نمیدونم بگم ما مهمون خونه های شماییم، بگم شما مهمون برنامه هستید، ولی به هر حال حقیقت و صحیحش اینه که ما هممون مهمون آقای امام حسین علیه السلام هستیم. پس همه انشاءالله به بهانه برنامه سرزمین عشق مهمون خانه کرم و نعمت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم و همه ما الحمدلله که جیرخوار این سفره پر از برکت هستیم و الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. شب و روز باید خدا رو شکر بکنیم از اینکه شیعه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، از اینکه حب و مودت بالاتر از حب هست، مودت آقای امام حسین علیه السلام و یارانش و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام در دل ماست و این واقعا جای شکر داره. یه برنامه سرزمین عشقی هم هست، نوکر کوچیکی هم همچون من، اگر خدا قبول بکنه انشالله، اگر لایق باشیم، افتخار دارم که از تلویزیون شبکه امام حسین علیه السلام شب به شب رأس ساعت 8 به وقت کربلای معلا خدمت تک تک شما عزیزان عرض سلام و ادب بکنم و برنامه سرزمین عشقی رو اجرا بکنم و در خدمت کارشناسان عزیزی باشم که دغدغه اونها معرفت اهل بیت عصمت و طهارت. یه خورده دقیق تر اگر بخوام اشاره بکنم، دغدغه اونها بحث ظهور و بحث آقا بقیت الله العظم روح و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداست. به جرأت میتونم بگم برنامه های سرزمین عشق که الحمدلله در خدمتتون بودم و در این چند شب چند سال عرض بکنم افتخار داشتیم که تقدیم حضورتون بکنیم، هدف نهایی و غایه تک تک این برنامه ها معرفت اهل بیت و آماده سازی ذهن ها و قلب ها و دل ها برای بحث ظهور و بحث فرج آقا بقیت الله العظم روح و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا بوده، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، چون بالاخره امام زمان ما آقا بقیت الله به گردن ما حق دارن و ما به عنوان مأمومین این امام همام وظیفه داریم که زمینه رو انشاءالله برای ظهور حضرتش فراهم بکنیم. اجازه بفرمایید بعد از این خوشبش و عرض در حقیقت سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، یک عرض ادبی هم داشته باشم خاص خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید علی موسوی که از شهر مقدس قم، از حرم اهل بیت، از جوار مرقد و در حقیقت زری و گنبد و بارگاه مطهر و منور کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از طریق برنامه اسکایپ با ما در ارتباط هستند و با حضور و همراهی ایشون ان شاءالله یک برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما بکنیم. حاج موسوی، عرض سلام بنده را از کربلای معلا پذیرا باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسأل الله ایامکم سلام و عرض تبریک و تهنیت هم به همه بینندگان عزیز، برادران و خواهران ایمانی، چه شیعیان امیر المومنین، چه اون کسانی که در مسیر استبصار هستند، به همه اونها سلام میکنم و همچنین عرض ادب و احترام دارم به برادران زحمتکش کانال امام حسین که این پنجره مبارک رو به خانه های ما باز کردن تا همه ما، هم من طلبه ارزم به خدمتون گوشه نشین در این شهر قم، به هم همه بینندگان میهمان اتروبوی شهر کربلا و فضای معنوی شهر مقدس کربلا و جوار حضرت ابا عبدالله حسین باشیم. دست همتون درد نکنه. من به همه عزیزان، چون میدونم چقدر دارید زحمت میکشید و با چه سختی هایی دارید این شبکه رو اداره میکنید و از چه مشکلاتی رنج میکشید، اما خم به ابرو نمیارید، به همتون
دست مریضات میگم و خدا قوت میگم و اصالتا از طرف خودم، نیابتا از طرف همه بینندگان و ارزم به خدمتون که مشاهدین اون طرف این پنجره و بگیم پای پنجره کانال امام حسین، از تک تک شما عزیزان و زحمتکشان کانال تشکر میکنم و امیدوارم که کار دست جمعی همه ما، یعنی شما دست اندرکاران، بنده حقیر، طلبه گوینده و بینندگانی که با نشستن پای تلویزیون و حمایت های معنویشون و حتی مادیشون این شبکه رو کمک میکنن، ذخیره قبر قیامتی برای خودمون درست کنیم و همچنین اسباب یک لبخند رضایت بر لبان مبارک امام زمان ارواحنا فدا. در خدمتتون هستم. احسنتم احسنتم، خدا حفظ میکنه، انشالله که تا عمر دارید در خدمت اهل بیت عصمت و طهارت باشید و همه ما هم هیچگاه از این فیض محروم نشیم انشالله. با اجازه شما بینندگان عزیز، بنده به روی پا می ایستم به رسم ادب و از صدای شما برای سلام خدمت آقای امام حسین علیه السلام انشالله بهره میبریم. یا الله سلامت باشید. من امشب میخوام یک صلواتی رو که سید ابن طاووس در مصباح الزائرین برای حضرت سید شهدا نقل کرده، این صلوات رو که در حرم مطهر امام حسین ارواحنا فدا به ساحت اون حضرت خونده میشه و به نوعی دعا و صلوات، اما خطاب به نوعی به صورت ارزم به خدمتون اشاره سوم شخص در حقیقت به حضرت سید شهدا و دعا به درگاه خداست، اما صلوات به ساحت مقدس امام حسین، این صلوات رو بخونم. هر چشم هم که گریان شد، هر اشکی که از چشم ها فرو ریخت، من خواهش می‌کنم صاحب اون اشک و صاحب اون چشم همه حاجتمندان رو دعا کنه که خیلی ها التماس دعا بکنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی الحسین. على الحسين المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسير الكربات صلاة نامية زاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها أفضل ما صليت على أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. اللهم صل على الإمام الشهيد المقتول المظلوم المخذول والسيد القائد والعابد الزاهد والوسي الخليفة الإمام الصديق الطهر الطاهر الطيب المبارك والرضي المرضي والتقي الهادي المهدي الزاهد الزاهد الضائد المجاهد العالم إمام الهدى سبط الرسول وقرة عيد الفتوح صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدي ومولاي كما عمل بطاعتك ونهى عن معصيتك وبالغ في رضوانك وأقبل على إيمانك غير قابل فيك عذرا سرا وعلانية يدعو العباد إليك ويدلهم عليك وقام بين يديك يهدم الجور بالصواب ويحيي السنة بالكتاب فعاش في رضوانك مكتودا ومضى على طاعتك فيه ومضى على طاعتك وفي أوليائك مكدوحا. سلام درود خدا بر تو ای حسین شهید، سلام و درود خدا بر تو و برادران با وفای تو و بر اصحاب بی‌مثال تو. به واقع اونچه که ما آقا جان یا ابا عبدالله در مراسم عزاداری شما خطاب به مادر شما میگیم از صمیم قلب ماست، اونجایی که همه بچه های شیعه در اقصا نقاط جهان به تأسی از عزاداران حسینی شهر کربلا سینه میزنن و این عبارت رو میگن عبد والله یا زهرا ما ننسى حسینا. این عبارت از عمق جان ما بیرون میاد و بر لب ما جاری میشه. خدا شاهد است که تا دنیا دنیاست هرگز حسین تو رو فراموش نمی کنیم. یا زهرا فراموش نمی کنیم.
که همه وجود خودش رو ایثار کرد برای هدایت ما بیچاره ها، و اگر نبود خون حسین به یقین امروز همه عبادتگاه های خدا پرستی خودکده بود و معبد شیطان پرستی که به یقین همه موحدین عالم مدیون خون حسین هن. پس به نیابت از همه موحدان عالم به تو سلام می کنم یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا لیتنا کن نام اگم، ای کاش ما بیچاره ها هم روز آشورا با تو بودیم حسین، حال که نبودیم ما رو هم به نوکری و سربازی بپذیر آجان یا ابا عبدالله. و تو از خدا بخواه تا به قلم امام زمان مقدر فرماید فرزند تو حضرت صاحب الزمان که نام ما هم در زمره 12,000 سرباز در رکاب امام زمان در زمره شهدای کربلا ثبت و ذهب بشه انشاءالله. و نحن نقول الحمد لله رب العالمین. امروز روز شادی ما خواهد بود و ما در رکاب صاحب الزمان نوکری خواهیم کرد باذن الله تعالی. جدایی از بحث اینکه خب در قرآن کریم خیلی جاها بیان شده که و اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یفقهون، و حالا بالاخره تعابیر این چیزی که در قرآن لزوماً کسرت رو تابع حق یا در حقیقت حرف کسرت رو مطابق با کلام حق و کلام واضح و روشن قبول نمی کنه، که خب این امری در حقیقت صحیح قبول شدنی و مورد قبول هست، ولی خب گاهن سوالات پیش میاد از این دست، یعنی یک نوع نه اینکه شک در این موضوع باشه، ولی خب این سوال پیش میاد که ما الان چند شبه داریم راجع به بحث فرقه های اسلامی صحبت میکنیم، که میگن فرقه های اسلامی رو حساب همون حدیث در حقیقت حدیث ازش که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که دین اسلام بعد از ایشون همونطور که یهودیت 71 فرقه شد، مسیحیت 72 فرقه شد، دین اسلام 73 فرقه میشه، 72 فرقه در ضلالت و گمراهی هستن و تنها یک فرقه فرقه ناجیه هست. خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که با توجه به جایگاهی که برای عقل بالاخره ما انسان‌ها قائل هستیم، بالاخره هر انسانی بالاخره یک عقلی در سر خودش داره، سوالی که واقعا پیش میاد، حالا شاید هم یه جورای سوال معترضه باشه نمیدونم، این هستش که آیا اون پیروان 72 فرقه دیگه که فرقه های زاله هستند، فرقه های هستند که ره به سمت نجات ندارند، آیا واقعا اینا از عقلشون استفاده نمی کنند که فرقه ناجیه رو پیدا بکنند، یا قضیه از چه قراره؟ بالاخره بدون تعصب که بخوایم نگاه بکنیم، خب آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بارها توسط آقا رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان خلیفه و جانشین بعد از حضرت منصوب شدند. روز غدیر 2 ماه 3 ماه قبل از شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بود. از همون ابتدای بحث دعوت در بحث عشیرت الاقربین و انذر عشیرتک الاقربین، خب آقا رسول الله همونجا معرفی کردن آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، و در مواقف مختلف آقا رسول الله امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان وصی وزیر و جانشین خودشون معرفی کردن. منطقی معقول آخه ما بگیم مثلا 72 فرقه اونهایی که جدای از
فرقه ناجیه هستن، اینا اینقدر عقلشون نمیرسه، اینقدر حالا ببخشید من این اصطلاح رو به کار میبرم، شعورشون نمیرسه که بالاخره فرقه ناجیه رو پیدا بکنن و پیرو اون بشن. هرچند ما امید داریم، آرزو داریم و تلاشمون این هست که این افراد رو به سمت حق رهنمون باشیم، ان شاءالله راه حقیقت رو به اونها نشون بدیم. هر کسی که دوست داره انتخاب بکنه، اون کسی که دوست نداره، حالا بالاخره جبر و شمشیری بالای سرش نیست، خب خود خدای عزوجل حاکم هست و بالاخره در روز قیامت حکم خواهد کرد. این یک مطلب. و میخوام ببینیم واقعا تکلیف عقل این افراد چیه. حالا ما این سوال رو بپرسیم از آقای موسوی در ادامه بحث، ببینیم که بحث به کجا میرسه. بازم یه سوال دیگه هم هست از ایشون میپرسیم، بلکه انشالله جواب اون رو هم امشب بگیریم. آقای موسوی ما در خدمتتون هستیم، اگر صدای بنده رو دارید بزرگواری بفرمایید پاسخ این سوال ما رو بدید، ممنون میشم. بله، عرضم به خدمت که باز هم یه سوال بسیار عمیق و اساسی مطرح کردید و سوالی است که بعضی ها در دایره خود شیعیان این سوال رو مطرح می کنند و به نوعی با این سوال داعیه روشنگری و روشنفکری دارند، که یعنی آن شیعیان جمع حاضر که دارید صدای من رو مثلا توی مجلس یا در لایف گوش میدید، حالا ممکنه 40-50 هزار، 100 هزار، 200 هزار، تا بعضی اوقات 300-400-500 هزار، 1 میلیون هم ارزم به خدمتون بعضی از این حضرات روشن فکر نما فالوور هم دارن. فقط ما شیعیان علی ابن ابی طالب، ما که اسممون شیعه است، جامون تو بهشته و بقیه همه جاشون تو جهنمه، بقیه همه از عقل ناکامن و اینم اوضاع احوال ما شیعیان. ببینید، اولا این نکته رو من تذکر بدم خدمت همه بینندگان عزیز، ما در ابتدای کار نمیخوایم حقانیت خودمون رو، یعنی بر حق بودن خودمون رو اثبات کنیم. ما اول میخوایم یه چیزی رو اثبات کنیم و اون این که اسلام فقط و فقط یک ورژن حق داره، یک ورژن حقیقی داره، یک ورژن صحیح داره، یک عرضم به خدمت که منهج صحیح و پاک و عرضم به خدمت رو دست نخورده داره و اون منهج محمد و آل محمد و پیروان محمد و آل محمد که در رأس شیعیان و پیروان اصحاب منتجب رسول الله هستن، اصحاب منتجب رسول اللهی که خیلی از اونها پای تبری از دشمنان محمد و آل محمد علیه السلام، که خدا اون دشمنان رو لعنت کنه، پای تبری از اونها کشته شدن. بله، اصحاب منتجبی که شهید شدن، پای دفاع از اهل بیت رسول خدا در درگیری های فیزیکی، در جنگ های تن به تن شهید شدن به خاطر دفاع دائم از آل محمد و تبری از دشمنان آل محمد، دائما مورد تهدید بودن. نمونه بارز این شخصیت ها جناب عمار یاسر بود که علنا به معاویه اعتراض میکرد و علنا به معاویه نفرین میکرد و او رو اونطوری که به اصطلاح ظاهر و باطنش بود به مردم معرفی میکرد و مدام هم یکی از به اصطلاح اهل مودت و محبت و ارادت به معاویه او رو تهدید میکرد که من بالاخره تو رو یه روزی میکشم و نهایتا در صفین یا صفین همون شخص جناب عمار یاسر رو به شهادت رسوند. و از این دست اصحاب رسول خدا کم نیستن و ما باید، اتفاقا من تصمیم دارم در همین شبها به عنوان شاگردان اول منهج تشیع و منهج پیروی از محمد و آل محمد و فرقه ناجیه، همین اصحاب رسول خدا رو، تعداد از اینها رو اسم بیارم و توجه کنن عزیزان که نام اینها سر زبونها بمونه، نام اینها رو بچه هامون بگذاریم و عرضم به خدمتون نام اینها رو تابلو کنیم و در حسینیه ها و مساجدمون قرار بدیم، مخصوصا اون دستی از اینها که شهید شدن در راه احقاق حق امیرالمومنین و منهج محمد و علی و فاطمه و اهل بیت عصمت و طهارت. این نکته. بعد وقتی این منهج به عنوان حق
مشخص شد منهج حق، بیان ببینیم شیعیان پیروان اینها کیا بودن و چیکار کردن، که گفتیم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن اون منهج منهجی است که من بر اون هستم و اصحابم. کدوم اصحاب؟ به یقین نه اصحاب منافق، من اصحاب خاکستریه. عرضم به خدمتون که اون تعدادی که گناه و ثواب رو با هم محدود کردن، اون سابقون الاولونی که اینها در موردشون قرآن فرموده، خداوند در قرآن فرموده رضی الله عنهم و رضوا. خب حالا موضوع عقل چی میشه؟ میخوام ببینیم آقا عقل فقط اینجا تقسیم کردن، اون بر عقل خبری نیست، نه اون برم عقل هست. ما اینجا امشب باید یه نکته رو در مورد عقل خدمت عزیزان عرض کنیم، در به اصطلاح زیر بحث اون حدیثی که از آقا امیرالمومنین مطرح شد بخوام این بحث رو باز کنیم، باید دقیق دقیق این همین یه جلسه رو روی این حدیث بحث کنیم. ما اومدیم اونجا در بالای بحث، در صدر بحث در جلسه گذشته آیه ای از قرآن رو مطرح کردیم که آیا اینان سیاحت در زمین نمی کنند، که گفتیم حضرت باقر علیه السلام فرمودن، ارزم به خدمتون که ببخشید حضرت صادق علیه السلام، فرقی هم نمی کنه، حالا هر کنم از این کل هم نورون واحد علیه مستاد واسه کل هم نورون واحد، حضرت فرمودن افلم یسی رو فلعرز، یعنی آیا در قرآن با تأمل و دقت ننگریستن؟ خب این بحثی بود که کردیم، فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تا برای آنها قلوبی باشد، آنها صاحب قلوبی بشوند که با اون قلوب تعقل کنند. و همینجا گفتیم که بحث تصادم دل و عقل در منهج اهل بیت و در فرقه ناجیه حل میشه، و اون تصادمی که در گاهی اوقات در ادبیات عاشقانه و عارفانه و به اصطلاح مباحث عرفانی ازش بحث میشه، اساساً اون تصادم در منهج اهل بیت و در فرقه ناجیه به عنوان یک عقیده بهش اعتباری قائل نیستیم. حدیثی از امیرالمومنین همینجا مطرح کردیم که حضرت فرمودن القلوب ائمه العقول و ائمه الافکار. من میخوام در مورد کلمه امام اینجا صحبت کنم و بعد هم یه بحثی در این خصوص داشته باشیم که چرا حضرت فرمودن العقول و ائمه الافکار، چرا نگفتن العقل و امام الفکر؟ چرا هم عقل رو جمع بستن، هم امام رو جمع بستن، هم فکر رو جمع بستن؟ العقول جمع عقل، ائمه و جمع امام، الافکار جمع فکر، و الافکار دوباره جمع بستن، ائمه القلوب، افکار پیشوایان و امامان و سرکردگان و یا بگیم رؤوس دلها هستند. بعد حضرت فرمودن دوباره والقلوب و ائمه الحواس، دلها امامان و پیشوایان حواسن و حواس ائمه و پیشوایان اعضا هستند، اعضایی که در خصوص انسان، اعضایی که اعضای حسیه، اعضای حاسه انسان، احساسات پنجگانه که بینایی هست، باصره، شنوایی هست، سامعه، چشایی هست، ذائقه، بویایی هست، شامه و لامسه، یعنی حس لمس کننده و حسی که توسط پوست انسان در حقیقت انسان اون رو ارزم به ابزار پوست اون حس رو داره. این پنج حس اعضای انسان تحت امر یا بگیم معموم امام هستند، امامی به نام حواس. و حالا من انسان، یک انسان پنج حس دارم، هر انسانی پنج حس داره، انسانی که بدنش در سلامت، خدا همه انسان ها رو در سلامت بداره، و همه اون کسانی که یک یا بیش از یک از این احساسات رو به اونها عطا نفرموده، به یقین خدا چیزی بهتر در عالم دیگر و در عالم به اصطلاح قیامت به اونها خواهد داد و جبران این ندادن این حس در دنیا خواهد شد. اما در همین دنیا هم میبینیم اون کسانی که مثلا قوه بینایی ندارن، حس بینایی ندارن، احساس دیگرشون یا احساسهای دیگرشون بسیار قوی تره. به هر حال
من باید یه مثال بزنم تا روشن بشه. وقتی مثلا یه نفر به عنوان مثال یه نفر داره رانندگی میکنه، تمام اعضای او در حین رانندگی فعاله. اگر گفتیم اینو باز هم عرض میکنم چون باید کاملا باز شه این مطلب، اگر یه مقدار او این اعضایش که یعنی چشمش، گوشش، ارزم به خدمتون شامه باید کار بکنه، اگر بوی نامعهودی نا به اصطلاح مربوطی در این رانندگی بشنوه، از مثلا فرزند مثلا بوی سوختن سیم مثلا باید متوجه باشه، شامش باید کار بکنه، ارزم به خدمتون زائقه این انسان باید کار بکنه، چون مثلا بعضی اوقات حالات فیزیولوژیکی انسان که به هم میخوره و به اصطلاح مثلا ارزم به خدمت و فشار انسان بالا میره یا پایین میاد، قند انسان بالا میره یا پایین میاد، اثرش رو زبان انسان و در ذائقه انسان مشخص میشه. فورا مثلا فردی که در این رانندگی باید از رانندگی ارزم صرف نظر بکنه بیسته، یعنی اعضای انسان در هنگام رانندگی فعاله. در هنگام رانندگی اعضایش به اصطلاح در اختیار خودش نباشه، مثلا چشمش یواش یواش بسته بشه به خواب یا گوشش انگار نشنوه، آثاری از تعطیل شدن اعضا باشه، اولین سوالی که برای انسان نیست و دو پیش میاد یا حواست کجاست؟ بله یعنی تعطیلی اعضا دال بر تعطیلی حواسه، یعنی وقتی معموم مثل اینکه در یک مجلسی معمومین اینها صفوف نمازشون به ترتیب نمازشون مثلا به هم بریزه، ما یقین میکنیم که امام اینجا امامی نیست، امامی در کار نیست، امام در کار نیست. بله. پس حواس کسی اگر در کار نبود که امام هست، اثر در به هم ریختگی اعضا به وجود میاد و به چشم میاد. حالا همون قدری که حواس روی اعضا اثر دارن، به همون اندازه که وقتی به این فرد داریم صحبت میکنیم میبینیم که حواسش به ما نیست، چرا؟ چون درست در نگاه او تمرکز نمیبینیم، در شنوایی او تمرکز نمیبینیم، در عرضم به خدمتون که ادای او وقتی که ازش سوال میکنیم توجه نمیبینیم، بهش میگیم حواست کجاست؟ بعد میگیم چی؟ نه انگار دلت با من نیست. یعنی چی؟ یعنی اون امام حواس که قلب باشه و دل باشه، یا به اصطلاح امروزی بعد از این فوق این حواس پنجگانه یه حس ششم هست. بله. که امروزی هم میگن حس ششم. درست شد؟ همونی که میگیم قلب من شهادت میدهد که این آدمی که تمام این ظواهر رو داره رعایت میکنه، انگار قلب من شهادت میده این در ظاهر چیزی غیر از باطنه. یا این آدمی که الان در ظاهر داره شادی میکنه، حس ششم من یعنی همون قلب من شهادت میده آقا در دل این و در باطن این یه حزنی نهفته است. بح. اون حس ششمه همون قلبه. خب میفرماید که فتکون لهم قلوب یعقلون بها. اینجا الان رسیدیم به قلب. اون وقت این قلب ممکنه که در بعضی ها متاسفانه تعطیل شده باشه، یعنی به کجا رسیده باشه؟ به همون مرحله که آیه میفرماید که فإنها لا تعمل ابصار، این نابینایی چشم نیست، اون حقیقت نابینایی چشم ظاهر، نابینایی واقعی، در واقع قضیه این فرد نابینا نابیناست، اما نابینایی حقیقی که به مراتب بالاتر از نابینایی چشمه، فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اگر دلی که در سینه هاست که من اینکه اشاره میکنیم به این قلب بی ارتباط با همین عضله ای که داره میتپه نیست، اون حقیقت معنای قلب با این قلب واقعی، قلبی که در سینه ما هست و قرآن صراحتا میفرماید و انها ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، قلبی که در سینه ها هست، این اگر این قلبی که یک ظاهر مادی داره و یک ارزم به خدمتون حقیقت ارزم به خدمتون بالایی و علوی داره، این عبارت، این ارزم به خدمتون اشعار رو حالا من عرض میکنم و توضیح میدم، این حقیقت علوی ارزم به خدمتون که اگر کور شد، این دل ظاهری هم ارزم به خدمتون که کدر میشه و اثرش بر این
قلب ظاهری هم ارزم به خدمتون که خودشو نشون میده. حاجی موسوی، من با اجازهتون یه مطلب علمی رو عرض بکنم، حالا شاید برای بینندگان عزیز جالب باشه. تا سالیان سال دانشمندان فکر میکردن که این عقل هست که مرکز کنترل تمام در حقیقت بدن هست و در حقیقت خدمت عرض بکنم همه چیز رو کنترل میکنه در بدن. ولی کن اخیراً خیلی جالب بود، من مصاحبه ای رو میدیدم با دکتر متخصصی که حالا اتفاقا نمیدونم امریکایی اروپایی هم بود، بالاخره به زبان انگلیسی صحبت میکرد و میگفتش که جدیداً به این نتیجه رسیدن که عقل فرامین و دستورات در حقیقت گزارش ها رو و بیلان کاری رو به قلب میده. همین قلب صنوبری، همین قلب صنوبری که در سینه هست، بیلان کاری رو به قلب میده و بعد از قلب هم یک سری در حقیقت دستوراتی به عقل دوباره برمیگره و بعد عقل اون دستورات رو به اعضا و جوارح مخابره میکنه و در حقیقت یعنی اجازش رو از همین قلب میگیره، اجازش رو از قلب میگیره که چیکار بکنه و بعدش اعضا و جوارح طبق اون حالا مبصر یا در حقیقت اجرا کننده که عقل باشه میان و اون فرامین برگرفته و گرفته شده از قلب رو انجام میده. و جالبه که نسبتی که میگفت چیزی در حدود بین 90 تا 95 درصد این دستورات از قلب به عقل میره و بعد از عقل به تمام بدن در حقیقت مخابره میشه. این نکته خیلی خیلی جالب بود و اتفاقا از نظر علمی هم اثبات شد. حالا گفتم خدمت شما و بینندگان عزیز هم عرض بکنم و تأییدی هست بر معجزه قرآن کریم. در خدمتتون هست. بله، عرضم به خدمتتون، این رو هم باز عرضم به حضورتون به عنوان نکته علمی و تجربی در خصوص حالا اینکه حکم شرعی چیه بحث دیگری است. اینکه آیا می شود اعضا رو هدیه کرد، آیا اصلا مرگ مغناطیسی، من عرضم به خدمتتون که این مرگ بالینی یا اصطلاحا مرگ مغزی صحیح هست نیست، وجه خارجیش چیه و وجه فقهیش چیه، اینجا نمیخوام بحث کنیم، یه بحث مفصل داره که جای خودش باید بحث کرد. ولی در موارد موردی از موارد که قلب یک فردی که حسب ظاهر پزشکان گفتن که این مرگ مغزی شده، که البته ما اینو قبول نداریم، محکم هم میگیم قبول نداریم، اساسا برای مرگ مغزی که منجر بشه به اصطلاح واگذاری اعضا اساسا خارج به وقوع نمیپیوندد و این یک دروغ محض است که حالا داره اتفاق میفته. ولی وقتی که این قلب رو از سینه این فردی که مرگ مغزی شده برداشتن و در سینه کسی که به قلب احتیاج داشته هدیه کردن و بعد این فرد به خود اومده، عرضم به خدمتون که عالم، عرضم به خدمتون حیات حیوانی خودش و انسانی خودش برگشته، اون احساساتی که در وجود اون فرد مرده که حالا قلبش به این آقا هدیه داده شده بوده بلد. به این آقا منتقل مثلا اون بلد. آقا یه افرادی رو دوست داشته، این احساس میکرد بعد از این که همون افراد رو دوست داره. اون آقا مثلا از شعر خوشش میومده، مثلا از یه از یه سری غذاها خوشش می اومده، به یه سری چیز علاقمند بوده و هر چیز بدش می اومده. اون به اصطلاح تمایلاتی که در دل و قلب اون فرد بوده با انتقال این قلب در وجود این ایجاد شده. من یه نکته دقیق دیگه ای رو هم بگم عزیزی. همه ما وقتی که زندگی می کنیم، مثلا میگه آقا شما چند سالتونه؟ من الان مثلا همین چند روز آینده روز 12 بهمن 50مین سال تولد منه، من میشم 50 سال شمسی. شما که 150 ساله بشید متبریکم بگه. یکی از بله مناسبت های این ایام تو مناسبت بسیار پرمیمنتی ولادت این جانبه که دوستان به من تبریک میگن جناب قربانی، شما هم بهتون نره حتما پیشا پیش تبریک از میگم. سلام، در روز 12 بهمن من 50 سال شمسی میشه. اما سوال میکنم، من بزرگترم یا قلبم؟ مسلما قلبم. چرا؟ چون 5 ماه قبل از تولد من قلب من شروع کرد در رحم مادر بعد لحظه ولادت من رو اولین روز عمر من حساب میکنن. اما قبل از اینکه من متولد بشم قلب من کار میکرد. احسنت. در شکم مادر از 4 ماهگی این عضو داشته کار میکرده. این نکته ای که خیلی ها توجه نمی کنن که این عضله باوفاترین عضو بدن انسانه که وقتی ما خوابیم داره کار میکنه، وقتی بیداریم خواب کار میکنه، وقتی خوشحالیم، وقتی عصبانی میشیم، وقتی مسافرت میریم، هر کاری که داریم میکنیم حتی قبل از اینکه متولد بشیم
این قلب داشته کار میکرده و حتی موقعی که سلسله اعصاب متوقف میشه و اصطلاحا به اشتباه میگن مرگ مغزی، باز هم تا مدت ها این قلب کار میکنه. خب این قلب پس یه خصوصیتی چه در ظاهرش و چه در باطنش داره، دقت فرمودی؟ و لذا اینکه گفتن خداوند دو قلب، یعنی این اگه گفتن در آیات قرآن هست خداوند ما جعل الله من قلبین فی جوف رجل واحد، حالا مضمون آیه است، من آیه رو فردا شب براتون میخونم، خداوند دو قلب در یک سینه قرار نداده، یعنی جای دو خدا، چرا که قلب خانه خداست، جای دو خدا در یک سینه نیست، جای دو محبوب در یک سینه نیست. اگرم قرار ما محبوب های متعدد داشته باشیم، باید اون محبوب های متعدد از یک جنس باشن. حالا این مباحث یه مقداری عاطفی و محبتی قضیه است، ولی من ادامه بدم. قلوب هم امام دارن. امام قلوب چیه؟ افکار. فکر چیه؟ فکر یک حرکته. فکر یه حرکته و توجه کنین، حرکت است از مبانی ارزم و مبادع معلوم ما به سمت به اصطلاح به سمت مراد و اهداف مجهول ما. وقتی که از من یک سوالی میکنن و من میخوام اون سوال رو جواب بدم، فکر میکنم، یعنی چی؟ یعنی با به اصطلاح اتکای به مبانی و مبادع معلوم در نزد خودم، سعی میکنم برسم به هدف و مرادی که اون مراد برای من فعلا مجهوله. اصطلاحا حکما میگن الفکر و حرکت من المبادی و من المبادی الى المرادی. مراد چیه؟ اون مجهولی که میخوام معلومش کنم. خب حالا سوال اینجا میشه، آیا اون مبادی، اون مبدأهای معلوم رو امام که فکر هست، افکار هستند، از قلب میگیرن یا از عقل میگیرن و میخوان به مجهول برسن؟ عرضم به خدمتتون که این مبادی اولیه رو از کجا میگیرن؟ این مبادی اولیه رو میگیم که از قلب میگیرن. چرا که میفرماید عرضم به خدمتتون فتکون لهم قلوب یعقلون بها. برای انسانهایی که سیر در زمین میکنن یا به فرمایش امام صادق نگاه دقیق و با تأمل در قرآن میکنن، اینها قلوبی دارن که با این قلوب، بر پایه این قلوب، یعنی بر مبنای مبادع و معلوماتی که از این قلوب حاصل می شود تفکر می کنند، که این تفکر امامش به فرمایش امیرالمومنین عقل است. چقدر دقیقه. حالا وقتی که به این مرحله رسیدیم که اول اعضا، اما اعضا معمومن، اگر اعضا نباشن، اگر مأموم نباشن، امام معنا نمیده. به همون اندازه که امام در معنای امامت به مأموم ها معنای مأموم بودن رو میده، چرا که او امام و اینها مأمومن، اگر امام باشه، اگر یه فردی باشه ولی مأموم نداشته باشه، معنای مأموم بودن مفقود باشه، امام هم معنا پیدا نمیکنه. خوب دقت کنید، اینها همه مباحثی که ما رو میخواد به یک منهج و به یک نتیجه برسونه که منهج حق کجاست و اون اسوه صحیح کجاست، اون امام حق کجاست. بس. حالا اینجا که رسیدیم، فهمیدیم عقول و خردها، امامان و پیشوایان و سرکردگان و پیشگامان افکارن و افکار پیشگامان قلوبن و قلوب پیشگامان احساساتن، حواسن، و حواس پیشگامان اعضا هستند، و اینجا سوال ما باید جواب داده بشه. چرا مولا امیرالمومنین نفرمودن که العقل امام الفکر؟ به. چرا فرمودن عقول و ائمه الافکار؟ چون ما یه عقل نداریم، دو عقل نداریم، سه عقل نداریم، همه انسان ها عقل دارن. عقول هر انسانی، یعنی عقل هر انسانی، امام فکر اوست. فکر هر انسانی امام قلب اوست. قلب هر انسانی امام حواس اوست. حواس پنجگانه، چون پنجگانه هستن میگیم حواس، بلا ما گفتیم حاسه او، و حواس پنجگانه هر انسانی امام اعضای اوست، امام اعضای مختلف اوست. دقت فرمودید؟ ولذا حضرت به صورت جمع بودن. حالا این دکتر میخوام توجه بکنیم که وقتی ما فهمیدیم عقل چه جایگاه داره،
و عرضم به خدمتتون که اگر این عقل نباشه اصلا اساسا فکر معنا نمیده. یعنی اگر عقل نباشه، عقل به عنوان یک قوه، به عنوان یک توان اگر وجود نداشته باشه، فکر تحقق پیدا نمیکنه. از یه طرف عقل قوه ای است که موجب حرکت میشه از مبدع و مبنای معلوم به طرف چی؟ مقصود مجهول. مجهول. درست شد؟ بله. حالا مثال میزنم. من یه مثال مثلا ریاضی میزنم. به عنوان مثال. اون قدرت حرکت فکر از مبنا به طرف مقصود، اونو میگیم عقل. اون قوه عاقل است. اما اون مواد و به قول امروزی ها متریال حرکت که مبانی معلوم هست برای رسیدن به اون مجهول که اون در حقیقت مراد ما هست، مورد تمنای ما هست که به اون مجهول برسیم و اون مجهول رو معلوم بکنیم، اون مواد اولیه رو قلب میده. این رابطه و نقطه اتصال چیه؟ نقطه اتصال بین عقل و دله. اون کسانی این نقطه اتصال رو عرضم به خدمتتون که منتفی میدونن و عقل رو در مقابل دل قرار میدن و میگن نمیدونم دنبال عقلم برم یا دنبال دلم برم، کیا هستن اون کسان؟ اون کسانی که اهل فکر نیستن. یا اینطور بگیم، اگر هم اهل فکر هستن، چون اهل فکر منطقی نیستن، چرا که منطق عبارت است از اون قوانینی که به ما میآموزد چگونه درست فکر کنیم. احسن. قوانین عقلی که به ما میآموزد چگونه درست فکر کنیم. ما یه سری اطلاعات داریم، یه سری مبانی معلوم داریم، مثلا این مبنا که آقا هیچ، این معلومه که هیچ، عرضم به خدمت شریفتون، دو تا امر متضاد اینها با همدیگه در یک جا جمع نمیشه. درست. دو تا امر نقیض در همدیگه یک جا جمع، در یک شب و روز اینا در با هم در تضادن، جمع نمیشه. شب و روز با همدیگه در یک جا جمع نمیشه. درست شد؟ بله. خب الان من میخوام فکر کنم که آقا مثلا یه سوالی از من مطرح کنن، یه سوالی به من مطرح میکنن، میگن آقا کجای دنیاست، کجای حیات ارزم به خدمتتون که عالمه، که هم شب است و هم روز. من میشونم فکر میکنم نه، شب و روز اینا با همدیگه جمع نمیشن چون اینا در تضاد با هم هم. خیلی خوب، وقتی با هم در جواب برمیگرد میگیم هیچ جای دنیا، هیچ جای هستی نیست که شب و روز با همدیگه جمع بشن. بعد سوال میکنه، میگه آقا پس اونجایی که میفرماند که ارزم به خدمتتون که شب رو در روز و روزا در شب وارد میکند در آیات قرآن، بعد میفهمم اینجا باید چیه و باید فکر کنم دو مرتبه جواب بدم که جلوی مغالطه این فرد رو بگیرم. توجه کنید، اگر من اون مبنا رو نداشتم، مثلا باز یه سوال دیگه از من سوال کنن که آقا سفیدی و سیاهی این دوتا با هم دیگه در تضادن، کجاست که هم سفیدی و هم سیاهیه؟ یعنی یه چیزی در عین اینکه سفیده در عین حال سیاه باشه، سیاه هم باشه. یا ما هیچ جا نمیشه یه چیزی در عین اینکه در یک لحظه سفیده در همون جا هم سیاه باشه. یا مثلا عرضم به خدمتتون که چطور ممکنه یه چیزی در عین اینکه خالقه در عین حال مخلوق باشه؟ ممکنه آقا یه چیزی در عین اینکه خالق عالمه، خالق همه هستیه، مخلوق من باشه، خالق منه اما مخلوق من باشه؟ ولذا اونجایی که حضرت صادق علیه السلام میفرمان که اون خدایی که با عقل خودتون درست کردید، عرضم به خدمتتون که مصنوع خرد شماست، اون خدا، اون حقیقت خدا نیست. چرا؟ که اون مخلوق شماست در این که خدا خالق شماست. حالا موسوی ما تقریبا دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، عذر میخوام، من جسارتا فرمود شما رو قطع میکنم، دو دقیقه بعد اینجا بعد ادامه خواهیم داد جلسه آینده که عرضم به خدمتتون که جایگاه رسول به عنوان عقل ظاهر، جایگاه امام به عنوان عقل ظاهر، همچنان که عقل امام به رسول باطن است در جامعه بشر چیست؟ از همینجا یواش یواش این ابرا میره کنار، اون الگوی صحیح برامون مشخص میشه. احسنت. این کلیت بحثی بود که تا اینجا آوردیم. پس امشب آموختیم که عقل در حقیقت یک قوه است که افکار رو عرضم به خدمتتون که سوق میده به طرف درست رفتن، به جهت صحیح رفتن، و نه. اون ماده ای که فکر رو عرضم به خدمتتون که پشتیبانی میکنه، اون
قلب انسانه که مبادی و مبانی معلوم رو به انسان و فکر انسان میده و هیچ گونه تباین و تضاد و تقابلی بین عقل و قلب در بینش و عرضم به خدمت و نگرش منهج صحیح محمد و آل محمد علیه السلام وجود نداره، بلکه حلقه وصل بین این دو یعنی فکر هست که در واقع اثبات میکنیم منهج آل محمد منهج فکر سلیم و عقل سلیم هست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. پس با این حساب ما هنوز پاسخ سوالی که بنده عرض کردم رو فعلا هنوز تو مقدمش هستیم، یعنی تعریف عقل، تخریب قلب، تعریف میخوام فکر. ببینیم بله کجا عقل کجا گم شده، عقل کجا جا گذاشته شده، چرا افکار غلط رفته، چرا مسیر فکر باطل رفته، قلب ها کجا کور شده، اینو پیدا کنیم. خیلی عالی، اتفاقا یکی از زیبایی های همین بحث ها به این صورتی که ریشه ای به مسئله پرداخته میشه و فقط از روی ظاهر پاسخ داده نمیشه، چه بسا انشالله این روش مورد استفاده اون دسته از بینندگانی قرار بگیره که شاید پیرو منهج سقیفه هستن و انشالله با این بیانات بتونن واقعا راه حقیقت رو که ظاهر و عیان هست انشالله با چشمانی بازتر ببینن و حق رو پیدا بکن. حاجی موسوی خیلی ممنونم از شما، خیلی خیلی استفاده کردیم، خدا حفظتون بکنه. بازم من تولد شما رو پیشا پیش تبریک عرض میکنم، ما حتما سعی میکنیم روز تولد شما رو یک جشن مفصل بگیریم انشالله. هزینه کیک و شیرینی و ایناش هم انشالله شما قول معروف تقبل بکنید. عزیزی خدا دعا کنید که تو من اون روز ان شاء الله کربلا باشه، ان شاء الله ان شاء الله من این باشه امام حسین علیه السلام، آقا منو به طلب من کربلا باشه ان شاء الله. بسیار عالی، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، ان شاء الله ان شاء الله در خدمتتون باشه. مزاح کردم با شما فقط برای اینکه خورده فضا ترتیب بشه. عزیزید ما ارادتمند شما هستیم، اگر اجازه بفرمایید من شما خداحافظی بکنم. خدا نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله. سلام باشه. خب بینندگان عزیز و ارجمند همتون دعوتید ان شاء الله کربلا، اگر حاجی موسی تشوردن روز تولدشون اینجا یه مهمونی میدن برای همه ان شاء الله. تا اداره بعد پیروز سربلند باشید. التماس دعا و یا علی. از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من